سلام رفقا، مرسی که ویدیو من رو برای تماشا انتخاب کردید. امروز قرار با هم با برنامه های ادیت و تدوینی که روی گوشیم دارم آشناتون کنم و در کل اونایی که چنل رو دنبال میکنن با یه سری برنامه ای که آموزش رو میذارم خب آشنایی دارن، ولی یه سری برنامه هست که من اصلا در موردش توی آموزش رو حرف نمیزنم. اومدم در مورد کل برنامه و کاربردشون با تو حرف بزنم تا اونایی که به هر حال بر اساس اون کاربردی که انتظار دارید از برنامه‌ای که می‌خواید نصب کنید، اون کاری که می‌خواید انجام بدید، بدونید که چه برنامه‌ای رو نصب کنید. و در کل نظراتی که در مورد برنامه میدم همش نظر شخصی و بر اساس تجربه یک خودم با کار باشون پیدا کردم. اول از همه خب اینجا برنامه کپکاتو داریم، خیلی برنامه آشنایی توی چنل ما و در کل برنامه خوبیه واسه اونایی که مخصوصا اونقدر تجربه ندارن و خیلی هم روند اون پنلش خیلی ساده است، اون کاری که میشه باهاش انجام داد و خب کارهای خیلی زیادی میشه باهاش انجام داد علی‌رغم اینکه خیلی ساده است. و ما حالا یه کلیپ انتخاب کنم که مثلا وارد محیطش بشیم یا عکس یا هرچی. همینطور که میبینید در حد این شات این پنل کاربریش خیلی ساده است و انیمیت های خیلی خوبی هم داره. و بعدی که من همیشه انتقاد میکنم نسبت به این برنامه اینه که همه چیزو آماده کرده و دست آدم برای خلاقیت میبنده واقعا. خب مثلا برخلافشون بلایت موشن، خب تو هر کاری میتونی توش بکنی، درسته اینجا امکاناتش زیاده، درسته انیمیاش انیماتوراش به قولی خب زیاده و دستت باز برای انتخاب، ولی شما بعضی وقتا توی انتخابی بخوای بکنی که توی این طرحهای آماده اصلا نباشه و تو با بلایت موشن میتونی تنظیمش کنی که چی باشه و چه جوری انجام بشه، ولی توی کپکات تو دستت بسته است و فقط باید از این طرح استفاده کنی. ولی خب واسه اونایی که میخوان فقط کارشون را بیفته کپکات بهترین پیشنهاده. و برنامه بعدی هم که آشناترین برنامه توی چنل من خب لایت موشنه. کل چنل من که نصفش نمیدونم بگم، قطعا کل چنل من در مورد این برنامه داره صحبت میشه ازش. و در کل کاربردی که بخوام ازش بهتون بگم همه چیه، شما هر کاری که بخواید بکنید با یک کلیپ، با یک عکس میتونید با لایت موشن کارهای گرافیکی، کارهای تدوین یا هر چی رو با این برنامه انجام بدید. کامل ترین برنامه تدوین و گرافیک از نظر من توی اندروید خب قطعا لایت موشن، نه فقط نظر من، از هر کس دیگه هم بپرسی اینو میگه، چون کامل تر از این نیست توی اندروید، دیگه از این بیشتر هم نمیشه انتظار رفت ازش، با اینکه خیلی باگ و لگ داره و اذیت میکنه، ولی خب دیگه چاره ای هم نیست، با همین باید ساخت. یه چیزی در حد مثال بخوام بهتون بگم، یه چیز اونایی که با ویندوز کار کردن تو مایه های افتر افکت، خب شما مثلا یه سری المنت اینجا اضافه میکنید و بهش یه سری افکت و حالت های گرافیکی میدید و کلی چیز دیگه، میتونید باش عکس ادیت کنید، فیلم ادیت کنید، باش میتونید تکست گرافی درست کنید، کاری که من میکنم باش و آموزشش هم میذارم. خب و برنامه بعدی که برنامه ادیت نیست اصلا، اپ کلونر. با این برنامه، این در واقع برنامه ادیت هست ولی ادیت فیلم و تدوین و اینا نیست، ادیت برنامه میشه بهش گفت. باش میتونید برنامه رو کلون کنید. کلون یعنی چی؟ مثلا شما دو تا اینستاگرام نصب کنید رو گوشیتون، یا مثلا دو تا کپکات نصب کنید رو گوشیتون. کلون کردن برنامه یه سری کارهای دیگه که حالا خب توی این ویدیو نمیگنجه گفتنش. و برنامه بعدی هم که رمینی یک سری کاربردهای مختلفی داره، ولی خب بیشترین کاربردی که من ازش استفاده میکنم با کیفیت کردن عکسه. یه سری عکس ها داری که مثلا دانلود کردی یا خیلی قدیمی هن یا هرچی، یه کیفیتی میخوای بهشون اضافه کنی، اون تراکم پیکسلیه رو بیشتر کنی که بیشتر کیفیت داشته باشه. و این برنامه تا اونجایی که من میدونم نسخه مود و آنلاکی هم که نداره، و خودم هم نسخه اصلی استفاده میکنم و در روزم بیشتر از 5 تا عکس نمیشه با کیفیت کرد، چیزی که من دارم استفاده میکنم. ولی خب شنیدم بعضی سرور کرک میکنن روش میذارن، ولی خب نمیارزه واقعا به درد سرش، همون 5 تا کافیه واقعا، چقدر مگه میخوای استفاده کنی. خب برنامه بعدی کاین مستر لوگو.
کوین مستر لوگو نسبت به الایت موشن خب قطعا ساده تره و واسه اونایی که تولید محتوا دارن و میخوان مثلا یه سری کلیپ تولید محتواشون رو باش ادیت کنن، خب کوین مستر رو قطعا پیشنهاد میکنم تا الایت موشن. آدم میره تو الایت موشن یا کلیپو میذاره کلا گیج میشی چیکارش باید بکنی اینو تو. ولی کوین مستر محیطش برای تدوین یه سری کلیپ در خور مثلا من خودم ویدیو یوتیوب هم با کوین مستر لوگو ادیت میکنم، در کل واسه تدوین کلیپ ساخته شده اون محیطش، اون چیزی که میشه ازش استفاده کرد واسه تدوین کلیپ در کل، و قطعا مثلا از این باید برای تدوین کلیپ استفاده کرد نه ساخت تکست گرافی. درسته ساده تره ولی خب نمیشه که با این تکست گرافی طراحی کرد. پیکس آرت رو که دیگه همه میشناسن، ولی خب من استفاده خیلی محدودی هم ازش میکنم البته، چون در کل تو کار ادیت عکس نیستم زیاد، ولی وقتی میخوام عکس ادیت کنم یا میخوام روتوش بزنم یا مثلا یه فردی عکس گرفتم ازش و میخوام مثلا صورتشو فرم بدم و اینا، دماغشو کوچیک کنم، اینشو بزرگ کنم، اونشو کوچیک کنم یا سفید مفیدش بکنم یا هر چی، از پیکس آرت استفاده میکنم و یه سری افکت رنگی و اینام داره در کل تو کار عکس خود ساده است. ویواکات یه چیزی بینه که میشه گفت از کوین مستر بالاتر، از الایت موشن پایین تر، اون وسط این دوتاست. میشه ازش برای تدوین کلیپ استفاده کرد برای تولید محتوا و همچنین میشه ازش برای تکست گرافی ساختن هم استفاده کرد. بهترین تکست گرافی رو به تو تحویل نمیده ولی خب میشه باش ساخت، چیزی در میاد که بشه نگاه کرد و کدو اینا هم اتفاقا داره. و در کل اگر که سیستمت گوشیتون میکشه خب الایت موشن نصب کنه، اگه نمیکشه ویواکات استفاده کنید. من آموزش ویواکات هم خیلی وقت پیش گذاشتم در حدی که به درد میخوره و میشه ازش استفاده کرد قبلا آموزش دادم. برنامه بعدی متن نگار در کل برای ساخت عکس نوشته و ایناست. خب یه سری بالایی فکر کنم 100 خورده یه هم فونت فارسی تو خود برنامه داره، یعنی دیگه لازم نیست فونت هی وارد کنید بهش، اینش خوبه. و یه عکس میذارید روش یه متن نگاری میکنه، اسمش معلومه دیگه، خب واردش هم بشیم، میزنید و اینجا میزنید متن جدید، متنتون رو مینویسید، این که انگلیسی هیچی، فونت انگلیسی هم اتفاقا داره یعنی فرق نداره به چه زبانی باشه، و اینجا تا دلتون بخواد فونت داریم راحت میتونید متن‌نگاری کنید روش. و در کل چیزی برای ساختن پوستر و عکس نوشته و اینجور چیزا. در کل برنامه بعدی اپ پلیر رو من فکر کنم یه 2 ماه کلا استفاده نمی کنم ازش متاسفانه، ولی خب برنامه خیلی پرکاربردیه برای ساخت اکولایزر. برنامه تنها برنامه که من میتونم بهش رجوع کنم توی اندروید برای ساخت اکولایزر قطعا فقط اپ پلیر. الایت موشن که همچین چیزی نداره متاسفانه، و اپ پلیر برای تدوین کلیپ اصلا زیر ساختی نداره، یعنی شما انتظار نداشته اپ پلیر رو باز کنید کلیپ توش ادیت کنید برش بزنید کلیپتون، نه اصلا فقط یه اکولایزر، یه آهنگ بهش میدید اکولایزر میسازه خروجی میده بهتون، همین فقط همین، یعنی هیچ کاربرد دیگه‌ای به جز این نداره. همونطور که می‌بینید یه سری اکولایزر توش دارید و میتونید با استفاده از این دکمه ازش خروجی بگیرید، هیچ محیطی برای ادیت فیلم نداره این برنامه. اپ بعدی اسنپ سید یه برنامه برای ادیت عکس، ولی خب ادیت عکس چند بخشه، ادیت نور عکس، ادیت رنگ عکس، ادیت خود عکس، این که روتوش بزنی و نمیدونم اون فردی که داخل اون عکس مثلا ادیتش کنی، خب جزء ادیت خود عکس به حساب میاد. ولی اسنپ سید نور عکس رو بیشتر تنظیم میکنه، یکم هم رنگ و دستکاری میکنه، ولی من باهاش فقط نور رو تنظیم میکنم و اینا، این که چه حالتی داشته باشه، پورتره باشه، افکت پاپ بهش بدید، دیتیل عکس رو ببرید بالا، یه سری نور بازی کنید رو عکس و اینا، با اسنپ سید انجام میشه. من قبلا یه ریز آموزشی هم باهاش داشتم. و این شات دیگه ابتدایی ترین و میشه گفت حتی پرکاربردترین برنامه
ادیت توی اندرویده، پرکاربرد نسبت به سادگیش، یعنی اینکه نمیشه گفت مقایسش کردن و مثلا الایت موشه، نه قطعا نسبت به اون سادگی، به اون پنل سادش، به اینکه همه چیز کاملا مشخصه که تو باید چیکار بکنی، اینو بزنی آهنگ اضافه میشه، اینو بزنی متن اضافه میشه، خب ساده است و نسبت به اون سادگیش کاربرد خوبی داره، با اینکه من استفاده نمی کنم دیگه ازش. و نسخه آنلاک همه این برنامه هم توی کانال تلگرام هم هست، ویدیو تو MP3 بکنم اسم کاملشه، MP3 کاتر هم هست. البته کاربرد این برنامه خب چند تا کاربرد داره، یکی اینه که فایل اودیو یا MP3 ویدیوها رو استخراج میکنه، تبدیلش میکنه به یه فایل آهنگ، یه صدا و فایل موسیقی و میتونید ازش جای مختلف استفاده کنید. کاربرد بعدیش هم همون اودیو کاتره، همون فایل مثلا صوتی رو یا هر فایل صوتی دیگر رو میتونه کات کنه که مثلا از این ثانیه کات بشه تا این ثانیه. در کل توی کار ادیت موزیکه این یکی. بعدی ویدیو کمپرسور. ویدیو کمپرسور خب اسمش معلومه، توضیحی هم که بخوام بهش بدم، ویدیو کمپرسور مثلا یه کلیپ دارید یه ذره حجمش زیاده، خب با ویدیو کمپرسور یه ذره خردهای گرافیکیش، یه سری چیزایی که الکی حجمش برده بالا میتونید کمترش کنید، یا میتونید حتی از کیفیت یه ویدیو کم کنید که حجمش بیاد پایین تر. در کل تو کار کم کردن حجم، ادیت حجم کار میکنه. نویز ریدوسر این یکی واسه من کاربردش اتفاقا خیلی زیادم هست، اینم تو کار ادیت صداه. بعضی وقتا یه صدا ضبط میکنید یا حتی ویدیو ضبط میکنید مثل الان من، خب میکروفونتون یه سری نویز میگیره، یه سری صدای مزاحم توی اون ویدیو یا اون فایل صوتی ضبط شده، با نویز ریدیوسر به صورت اتوماتیک خودش میاد صدای شما رو تشخیص میده و صدای مزاحم اطرافتون رو میوت میکنه، یعنی میاره پایین تر. که من مثلا اکثر مواقع وقتی میبینم الان مثلا این ویدیو رو ضبط میکنم، خب مثلا اگه صدای مزاحمی توی ویدیو باشه با این نویز ریدیوسر راحت میتونم اون صدا رو یا کم کنم یا کامل از بین ببرم. اکثر مواقع من ازش استفاده میکنم. ایزت اسکرین ریکوردر هم که اصلا ادیتور نیست، همین برنامه‌ایه که من الان دارم باش ضبط میکنم. و فتوشاپ اکسپرس، این یکی از برنامه‌های شاهکار ادوبیه که گذاشته توی اندروید و از نظر من هیچ کاربردی نداشت واسه من، و رفتم توش، خیلی برنامه ساده و انتظارم از این بیشتر بود قطعا از چیزی که ادوبی بسازه. خود فتوشاپ و مثلا باید برداره بیاره توی اندروید، ولی خب خیلی چیز ابتدایی و بدون کاربردی بود واسه من و دیگه هیچ وقت ازش استفاده نکردم. همینجوری دکوری بعضی برنامه‌ها رو من نصب می‌کنم. موشن لیپ هم که قبلا من چند بار آموزش گذاشتم باش، میتونید باش عکس متحرک کنید، خیلی برنامه پرکاربردی هم هست اتفاقا واسه من، یکی که البته اینجوریه که مثلا یه گوشه از عکس منظره رو، مثلا عکس آبشار نیاگارا رو، اون آبشارش رو متحرک کنی، اون آب در حال ریختن باشه، خب این قشنگه مثلا، یه همچی کاربردهایی داره. و لایت روم هم نسبت به فتوشاپ اکسپرس خب قطعا بیشتر کاربرد داشت برای من. لایت روم یه چیزی در حد اسنپ سید، باش میتونید نور یه عکس رو تنظیم کنید، ولی خب به کاملی لایت روم پی سی نیست، یعنی انتظار نداشته باشید همون لایت رومی باشه که توی کامپیوتر میبینید، ولی خب یه سری کاربرد هم داره، میشه ازش انتظار داشت که یه کاری انجام بده. و همینا بود کل نسخه های آنلاک این برنامه، که البته به جز اونایی که اصلا نسخه آنلاک نیاز ندارم مثل کپ کات، خب من همه اینا رو توی کانال تلگرام گذاشتم، نسخه مود و آنلاکشون رو میتونید از اونجا دانلود کنید، و اونایی هم که مثلا نسخه مود ندارن و نذاشتنشون راحت میتونید از خود گوگل پلی دانلود کنید، مثلا کپ کات نسخه مود نداره، یا مثلا نسخه اسنپ سید اصلا نسخه مود نداره و نیازی هم به نسخه مود نداره، اینا همه امکاناتشون بازه کامل
و میتونید روی مایکت، بازار یا گوگل پلی راحت اینا رو خودشون دانلود کنید. ولی یه برنامه مثل پیکس آرت، کاین مستر لوگو رو که کلا خودشو گذاشتم، یا الایت موشن نسخه آنلاکشون با ورژن های جدید گذاشته میشه توی کانال تلگرام که استفاده کنید کامل. و همین، مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید و حتما اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردی همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن، و اگه ویدیو رو دوست داشتی همین الان میتونی لایک کنی و نظرت رو توی کامنت ها برام بنویسی. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.